قرار است نشست جهانی با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان جهانی در مورد مسئله های افغانستان به میزبانی تاشکند برگزار شود. وزارت امور خارجه ازبکستان میگوید قرار است این نشست به تاریخ 25 و 26 ماه جولای برگزار شود. هدف از برگزاری این نشست هم افزایش همکاری های منطقه‌ای و جهانی با افغانستان و زمینه سازی برای صلح و ثبات در منطقه گفته شده. این در حالی است که امروز یک هیئت به رهبری سرپرست وزارت صنعت و بازرگانی به منظور تقویت رابطه های اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان به تاشکند سفر کرده است. در این مورد ایمل سیار. قرار است به روز 25 و 26 ماه جولای سال روان نشست بزرگ در تاشکنت ازبکستان با محوریت افغانستان برگزار شود. وزارت امور خارجه ازبکستان در اعلامیه هدف برگزاری این نشست را افزایش همکاری های منطقه‌ای و جهانی با افغانستان و زمینه‌سازی برای صلح و ثبات در منطقه گفته است. افغانستان با کشورهای همسایه از جمله ازبکستان روابط اقتصادی و تجارتی خوب داشته و باید داشته باشد. ولادیمیر نوروف همچنان گفته که قرار است در این نشست روی مسئله های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو شود. اگر طالبان بتوانند که هلیکوپترهای افغانی را از ازبکستانی ها پس بگیرند، اینمی تست لابراتوار است که ازبکستان سر حکومت طالبان اعتماد میکنه. اگر نه نمایش است. این در حال است که امروز یک هیئت به رهبری سرپرست وزارت صنعت و بازرگانی به ازبکستان سفر کرده است. سفر فعلی هیئت از وزارت صنعت و تجارت افغانستان به ازبکستان میتونه بسیار پر دستاورد باشه و در قسمت تسهیلات انتقال کالا به افغانستان، خصوصا دوا و مواد سوختی، این میتونه بسیار زمینه را آسانتر و سهلتر بسازه. این سفر به منظور تقویت رابطه های اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان صورت میگیرد. قرار است به روز شنبه مورخ 2 جولای 2022 تحت ریاست سرپرست وزارت صنعت تجارت یک هیئت عظیم ازبکستان شوند. البته این موضوع از این سفر تحکیم روابط تجارتی و ترانزیتی با جمهوری ازبکستان. با سقوط دولت پیشین خط و نشانهای تعامل منطقه و جهان با افغانستان از نو ترسیم شد. جهان و به ویژه منطقه در 10 ماه پسین پیوسته این چنین نشست ها را در پیوند به وضعیت افغانستان برگزار کرده.